پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 757 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگویی است با یکی از سینماگران فعال در دهه‌های مختلف سینمای بعد از انقلاب ایران که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از مسعود پزشکیان حمایت کرد. ابوالحسن داوودی از فیلمسازان شناخته شده جریان رسمی سینمای ایرانه. از دهه 60 خورشیدی تا کنون به تناوب در زمینه‌های مختلف مشغول فعالیت بوده و برخی فیلم‌هاش مانند جیبرها به بهشت نمی‌روند، من زمین را دوست دارم، نان و عشق و موتور هزار و هزار پا از فیلم‌های پرتماشاگر زمان نمایششون بودند. آقای داوودی که تجربه مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره خانه سینما را هم داره، جزو سینماگرانیه که در تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی ایران موضع‌گیری می‌کنه و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، در حالی که بسیاری از همکاراش نسبت به نامزدها و برگزاری این انتخابات سکوت کرده یا در اون شرکت نکردند، از معدود سینماگرانی بود که به صراحت از مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان حمایت کرد. با او که خودش رو قائل به فعالیت در چارچوب رسمی سینما ایران میدونه، درباره دیدگاه و چشم‌اندازش از انتخاب مسعود پزشکیان گفتگو کردم. آقای داوودی، شما جزو معدود سینماگرانی بودید که از آقای پزشکیان قبل از اینکه انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهوری حمایت کردین. ابتدا به عنوان سوال اول میتونم بپرسم که دلایل حمایتتون از آقای پزشکیان چی بود؟ ولی واقعیتش رو اگه بگم، برای کشف یک چیز ناپیدایی که 45 سال بود که حالا شاید توی سالهای اول یه خود کمتر باشه، اما از دهه دوم انقلاب واقعا دیگه کمتر دیدم، که توی سپهر سیاسی که داشت توی کشور اتفاق می افتاد، واقعا آدمی رو پیدا بکنیم که فکر کنیم که خودشه، با هر اشکالی که داره، با هر نظریه‌ای که داره. ممکنه خیلی از چیزها بود و هست حتی که من ممکنه باهاش قطعا همساز نباشم یا موافق فکری من نباشه، اما یک صداقتی رو من دیدم در رفتار که احساس کردم که این خارج از قاعده اصلا اصلاح طلبی و محافظه‌کاری. اینا به نظرم اینا تعریفای کهنه و منسوخ شده هستن توی شرایط سیاسی ایران، و احساس کردم که به هر حال میشه تو این شرایط به این آدم برای پرهیز از اینی که ما به یک فروپاشی اساسی بخوایم برسیم، میشه به هر حال تکیه کرد و میشه در جاهایی و حتما باش همراه بود، در جاهایش هم منتقدش بود. آقای داوودی، ولی اتفاقا من در هفته های پیش از انتخابات، چه مرحله اول و چه مرحله دوم، تلاش کردم با همکاران شما سینماگران مختلفی صحبت کنم و تقریبا افراد بسیار کمی رو من پیدا می کردم که هم بخوان حمایت کنن از نامزدی یا اصلا بخوان شرکت کنن در انتخابات. یعنی مجموع اتفاقاتی که در سینمای ایران طی سالهای گذشته رخ داده، و یکی از سینماگران از لفظ بازی استفاده می کرد و می گفت ما چند بار باید بیایم تو این بازی و شرکت کنیم و نتیجهش هم میدونیم. شما خودتون فکر میکنم کاملا در جریان شرایط سینما ایران هستین، حالا جدا از اون موضوع صداقت، برای خود مشارکت سیاسی سینماگران با توجه به تجربه قبلی و همینطور شرایط فعلی، چطور فکر میکردین که انتخاب آقای پزشکیان میتونه تغییری ایجاد بکنه تو این شرایطی که وجود داره؟ ببینید، من اگر بخوام واقعیتش رو بگم، حتی خیلی به تغییر فکر نمی کردم، برای اینی که ما ممانعت بکنیم از یک فروپاشی اساسی فرهنگی و اجتماعی، احساس می کردم که شاید حتی اینی که شما بخواید این موقعیت فرهنگی رو، این فرهنگی که الان مورد تهاجم واقع شده و این در شهادترین شکلش دیگه ما در طول این چند سال اخیر داریم میبینیم، و سینمایی که بالاخره همه شمشیرها براش به شکلی از رو بسته شده و بخش شاید کوچکی از این فرهنگ ملی هستش، من دیگه خیلی راستش رو بگم به سینما صرفا فکر نمی کردم.
که فکر کنم مثلا اگر من قرار از کسی مثل پزشکیان حمایت بکنم، فقط فکر کنم که برای سینما چه کاری رو انجام میده. بیشتر مثلا این بود که این ایرانی رو که من دوست دارم و بهش عشق می‌ورزم، که آیا میتونه ایشون با ورودش و با حضورش در موقعیت ریاست جمهوری کمک کنه به اینکه اون چیزی رو که ما همیشه نگرانش بودیم، اینی که یک جور فروپاشی اجتماعی، یک جور فروپاشی فرهنگی و بعد حالا خدای نکرده یک جور فروپاشی سرزمینی اتفاق بیفته، آیا میتونه مانع از این بشه یا نه؟ حس من و تجربه من اینو میگفتش که خارج از اون قواعدی که ممکنه وجود داشته باشه، بالاخره تو عرصه سیاست همه جور ارتباطی، همه جور حتی زد و بندی میتونه وجود داشته باشه، اما به شکل اهم و فلاهم اگر بخواد نگاه بکنه، این مسئله برام شاید خیلی مهمتر از موقعیتی بود که صرفاً ممکنه برای فرض کنید مثلا جریانی مثل سینما به وجود بیاد. یعنی آقای داوودی فکر میکنید اصولاً خودتون خیلی امیدوار نیستید که اتفاقی در شرایط سینما ایران و حل مشکلاتش و مسائلی که خیلی هم جنبه‌های گوناگونی پیدا کرده رخ بده؟ ببینید ما مجبوریم که الان امیدوار باشیم، یک جوری هیچ راه دیگه ای نداریم جز اینکه امیدوار باشیم. من بالاخره بر اساس حالا یه سابقه اندکی که توی این دارم که سعی میکنم تحلیلم یک جور تحلیل اجتماعی باشه، کمتر تحلیل احساسی باشه، حتی کمتر مثلا نظریات و تعلقات خاطر خودم رو در اون چیزی که فکر میکنم که داره اتفاق میفته و ازش تحلیل دارم درش دخالت بدم، احساس میکنم که ما محکومیم به این که امیدوار باشیم، محکومیم به اینی که کمک بکنیم به این که این شرایط امیدواری محقق بشه. در اینی که این اتفاق میفته یا نمیفته من قطعا به شما هیچ چیزی نمیتونم بگم، چون شرایط انقدر شرایط پیچیده‌ای هست که به هر حال آدم نمیتونه حتی مثلا چند روز یا چند ماه بعدش رو حدس بزنه، ولی ما به هر حال به یه شکلی هیچ راه دیگه ای نداریم جز این که کمک کنیم که این امیدمون محقق بشه. و به این دلیل هم هستش که من واقعا الان اگر باز بخوام به شکل خیلی عامیانه ترش جواب شما رو بدم، میگم بله من امیدوارم که اتفاقات بیفته. حالا با توجه به اتفاقاتی هم که افتاده، قدم اولی که ممکنه که شرایط سینمای ایران رو تا حدودی عادی تر بکنه نسبت به اون چیزی که در دو سه سال اخیر دیدیم، فکر میکنه قاعدتاً چه خواهد بود؟ فکر میکنم که شما به خصوص درباره یک نوعی شکافی که میان خواسته های جامعه با تصویری که از اون در سینما ایران در سالهای گذشته رخ داده آگاه باشید. فکر میکنید بتونه در واقع این شکاف رخ داده در ماهای آینده ترمیم بشه؟ براش باید چه اقدامی صورت بگیره؟ تو این زمینه باید بگم که خیلی بیشتر امیدوارم از سوال قبلی شما، برای اینکه احساس میکنم که رسیدن به این مرحله شاید یه موقعیت عملی تر و قابل انجام تری رو داره. بزرگترین مشکلی رو که توی بخصوص توی این دوران اخیر اتفاق افتاد این بود که یک حرمت شکنی نسبت به اصولا جایگاه فرهنگی و عوامل فرهنگی و حالا بخش عمده سینما اتفاق افتاد، عوامل سینما افتاد که هم منجر به ناامیدی اعضایی شد که خب نتیجهش هم دیدیم، مهاجرت های بسیار زیادی که اتفاق افتاد، ناامید شدن، کار نکردن ها. خود من میدونید من در 6 سال قبل پرفروش‌ترین فیلم سینما ایران ساختم، سابقه من بر همین بوده که نسبتاً با مخاطب همیشه یک نسبت آشتی جویانه ای بوده، ولی 6 سال من به شخصه نه تنها موقعیت های بسیاری برام وجود داشته، اما موقعیت کاری که خودم احساس کنم در شأن سابقه کار خودم هست و در شأن اون وظیفه‌ای رو که دارم نسبت به مردم هست هیچ وقت احساس نکردم. یعنی بعد از اون کار که طبعا همه آدم ها دیدید که توی نسبت سینما مثلا میرن 2 و 3 و 4 و 5 رو میسازن، من اعتراض کردم از این که وارد یک چیزی فضایی بشم که
فکر کنم این در شأن تماشاگر هست و در شأن من فیلمسازی هستش که بالاخره یه تجربه‌ای رو گذروندم. خب این حرمت شکنی و این حرمت نداشتن در واقع شاید بزرگترین آرزوییه که سینماگرای ما رو تا همه جنبه‌های مختلف از استارها و بازیگرها گرفته تا عوامل فنی به هر حال دور کرد، ناامید کرد. برگردوندن خود این حرمت سینماگرها و اعتبار گذاشتن بهشون میتونه در کوتاه مدت بسیار این همون مشکلی رو که شما اول صحبتتون هم گفتید که با بسیاری صحبت کردید و اینها به هیچ عنوان رغبت این مسئله رو نداشتن، این رغبته چیزیه که باید به وجود بیاد. ما هیچ چاره‌ای نداریم که یک جور آشتی به وجود بیاریم، فارغ از اینی که بالاخره یک حساب و کتابی هم باید وجود داشته باشه که ببینیم که بالاخره کی خطا کرده کی نکرده، ولی خارج از اون چیزی که مهمتره و شاید باز فراتر از بحث سینما هست اینی که این اتفاق در مورد یک طبقه اجتماعی افتاد که سینما بیشتر از هر چیزی با اون رشد کرده، با اون نسبت داره، اکثر ارزش‌ها و اعتبار خودش رو از اون وجه گرفته. اونم طبقه متوسطی هستش که حالا من خیلی نمیخوام بحث جامعه شناسی بکنم راجع به این، اما ما میدونیم که شرایط رشدش تو جامعه ایران از قبل از انقلاب چجوری بوده، چجوری شرایط پیشرفت رو فراهم کرده، شرایط نمیدونم گسترش عرصه فرهنگ رو فراهم کرده. وقتی که ما دیدیم که به هر حال در خیلی از موارد سهوی و در خیلی از موارد هم عمدی این طبقه سعی کردن که به یک شکلی مزمحلش بکنن، همراه باهاش این شرایط انحطاط هم پیش رفت و کاری که شاید دولت که در آینده میاد میتونه انجام بده اینی که بتونه این حرمت این طبقه رو دوباره به جایگاه اولش برگردونه. شاید اگه نمیتونم به جایگاه اولش برگردونه، حداقل در حد توان خودش ترمیم بکنه. این به همه اون وعده هایی که آقای پزشکیان در واقع در صحبتاش داد، من جمله تخصص گرایی، نمیدونم اینی که مردم درش شراکت بکنن و حتی بتونه به طبقه محروم برسه، این به نظر من راه و گذرگاه اصلیش از اینی که این طبقه متوسط دوباره بتونه یه بخش، اگر در همه جایگاهش رو، اما یه بخش دوباره به دست بیاره. موضوعی که در سالهای اخیر خیلی مطرح شده این بود که سینما در واقع موندش میان شکافی که بین بخش قابل توجهی از جامعه و حکومت به وجود اومد، تغییر خواسته هایی که جامعه به خصوص همین طبقه‌ای که شما دارید اشاره میکنید داشت با اون چیزی که ارزش‌های حکومت بود، و بسیاری هم اشاره میکردن که شرایطی که الان در سینما ایران هست مانده در این شکاف است و تا موقعی که این شکاف ترمیم نشه اصولا ماهیت وجودی سینما ایران به خصوص در بخش تفکر و بخش انتقادی اجتماعیش همینجوری باقی میمونه. من در صحبت شما احساس کردم که شما در واقع با نوعی امید نگاه میکنید بدون اینکه فکر کنید که راهکار مشخص در این زمینه چگونه خواهد بود. درسته که ممکنه امید زمینه‌ای باشه برای حل مشکلات، اما تا موقعی که این دو طرف خواستشون به این شکل هست و به نظر میرسه که شاید هم هر دو هم دارن پافشاری میکنن، شما چگونه فکر میکنید با امید میشه این مشکل رو حل کرد؟ نه، فقط امید نیست، ببینید اشتباه نکنید، اتفاقا راهکارهای مشخص وجود داره، اما شاید مثلا بحث کردن راجع به همش در ظرفیت این مصاحبه ما نباشه. شاید اگر بخوایم توی مسائل خاص مثلا سینما نگاه بکنیم، اینی که اگر یک طبقه حاکم الان و این به نظر میرسه که بخشش واقعی حداقل به شکلی احساس کرده که به یک تغییر نیازمنده، خب این تغییر تو همه عرصه ها باید باشه. اون تغییری که تو عرصه سینما اتفاق میفته تعریف همین چیزیه که من راجع به اصطلاح حرمت گذاشتن طبقه متوسط و تأثیر اون توی سینما گفتم. یعنی اینه که ما سالیان سال الان از خیلی از مسائل نسبت بهش هشدار میدیم، نسبت بهش نمیدونم حرف میزنیم، نسبت بهش گلایه میکنیم و
حتی خیلی وقتا تقاضا میکنیم بابت اینی که این مسائل مسائلی هستش که میتونه به نفع هر دو طرف باشه، یعنی هم جامعه ایرانی باشه هم به نفع سینماگرها باشه، و اونم خیلی از موارد هست، مثل نمیدونم رفع سانسور، رفع سلیقه‌های شخصی، رفع این شرایطی که ما حداقل در یک دوره‌های اینو تجربه کردیم که میدونستیم که سر و کارمون ما حالا به شخصه به دلیل مسئولیتی مثلا با یک نهادی مثل وزارت ارشاد هست، اما بعد الان میبینیم که تو این مسئله انقدر این نهادها زیاد شدن که شاید وزارت ارشاد در خیلی از جاها تبدیل به کسانی شدن که انگار دارن وظایف یک سری نهادهای دیگر رو انجام میدن یا اوامر اونها رو دارن پی میگیرن. خب رفع اینها، اینی که خود وزارت فرهنگ، حالا بیشتر از اون چیزی که ارشاد باشه باید وزارت فرهنگ در واقع باشه، اگر وزارت فرهنگ بخواد در موقعیت قبلی خودش قرار بگیره و تعریف بشه، این بخشی از همون تغییر است که الان به نظر میرسه که مورد نیاز حاکمیت هست. من نمیخوام خیلی وارد مباحث سیاسیش بشم که چرا، خود شما و دوستان حتما بهتر میدونن که چرا این نیاز احساس شده، چرا این خطر احساس شده که این تغییر میتونه به موندگاری فرهنگ ایرانی، به جامعه ایرانی و خود ایران کمک بکنه. پس بنابراین این نیستش که فکر کنیم که جریانی که بالاخره که یک جریان هم نیست، جریانی که در حاکمیت وجود داره ممکنه از همه مسائل راضی باشن، نه، در خیلی از موارد ممکنه خیلی از اتفاقات مثل داروی تلخی باشه که یک پزشک تجویز میکنه، اما خوردن اون حتما در دراز مدت یا در میان مدت کمک میکنه که یک سلامت به جامعه برگرده. ببینید آقای داوودی، درباره مثلا موضوع حجاب تقریبا بسیاری از کسانی هم که حتی نزدیک هستن به نگاه حکومت از تغییر نگاه بخشی از جامعه به مفهوم حجاب نسبت به گذشته صحبت میکنن. در سالهای اخیر هم دیدیم که اتفاقا فیلم‌های متعددی و ما داریم می‌بینیم همچنان هم ادامه داره که دیگه قائل به رعایت این سانسور حجاب نیستن. درباره همین یک مورد فکر میکنید که سینما ایران چگونه میتونه در همین دوران تازه این مشکل رو بتونه حل کنه؟ یعنی خود این نمونه‌ای میتونه باشه از همین حاد بودن شرایطی که وجود داره؟ ببین، به نظرم این سوال از من نباید بکنی، سوال از مسئولان فرهنگی جدیدی باید بکنی که دارن روی کار میان، چون این معضل اصلی اونهاست. ببین، ما سال به سال شرایطمون، شرایط به اصطلاح تکنیکیمون، نوع کاری رو که داریم با سینما میکنیم نسبت به سال گذشته با یک نسبت تصاعد هندسی داره تغییر میکنه. یعنی شما تو همین دوران جدیدی که بیشترین میزان فشار و بیشترین میزان اعمال نظریات و نمیدونم ممیزی و سانسور و همه اینها رو ما داشتیم، در همین شرایط ما یه دفعه میبینیم که در طول مثلا سال گذشته بیش از 70 تا فیلم زیرزمینی ساخته میشه و از این فیلم‌های زیرزمینی 16 داشت ظاهرا فیلم‌های بلندی هستش که کاملا فارغ از همه اون چیزایی که در طول این 14 و اندی ما به هر حال گذروندیم، تونستیم ارتباط داشته باشیم، نمیدونم مجوزهای لازم رو از حکومت و از دولت و از همه اینا دریافت کنیم، اینا فارغ از همه اینا ساخته شدن. خب نهایتا این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این گرفت و گیر و این نمیدونم چیزی که درست میکنن، فضای بسته‌ای که درست میکنن، در نهایت میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. پس بنابراین یک مسئول عاقل‌تری اگر اینجا در مصدر قرار بگیره، دیگه مسئلهش این نیستش که از این خوشش میاد یا بدش میاد، اون در مقام یک طبیب باید اینو درمان بکنه، باید شرایط آشتی رو به وجود بیاره، مجبوره، کاری غیر از این نمیتونه بکنه، باید شرایط آشتی رو به وجود بیاره که تعداد این فیلم ها به نسبت همون تصاعد هندسی سال آینده به 200 نرسه. خب این اون چشم اندازیه که من بهش امیدوارم، و امیدوارم که ما به دلیل حتی حفظ منافع خودمون، حفظ به اصطلاح اعتقادات و
عقاید و سلیقه های خودمون تو هر جایی بتونیم به یک نسبتی با هم دیگه برسیم که هر دوتا ازش بهره ببریم. یعنی اینی که به هر حال این فکر جدیدی که وارد شده و صحبت از آزادی، صحبت از به هر حال باز کردن خیلی از گره‌ها داره میکنه، به نظر میاد که اگر شاید ما هم کمک کنیم به خاطر اون چیزایی که خودمون بهش اعتقاد داریم و به خاطر منافع فرهنگی خودمون، قطعا میتونیم به نقطه مشترک برسیم که به نفع ایران و جامعه ایرانی باشه. اتفاقا برخی از همکارانتون اصولا زمینه‌های و نتایج دیگری درباره واقعیت این آزادی دارن صحبت میکنن، اما الان گمان زنی درباره اینه که مسئولانی که در حوزه فرهنگ و احتمالاً سینما بر سر کار میان، اتفاقا پیشتر مثلا در دولت روحانی مسئولیت داشتن. شما فکر میکنید با همون افراد و اون کارنامه با همون نگاه‌ها زمینه این تحول ممکنه ایجاد بشه؟ ببین، شما الان 4 تا تیتر رو مطرح کردی. یکی این که گفتی که دوستانی معتقدن که این مثلا آزادی‌ها اصلا مبدای دیگه‌ای داره. قطعاً اونا حق دارن که اینجوری فکر بکنن و طبعاً شاید در تحلیلی که ما داریم خیلی ممکنه طول بکشه به این که به یک چیزایی برسیم و حق دوستان هم هستش که یه جور دیگه بخوان نسبت بهش فکر بکنن. دو، اینی که این مسئولیتی که خواهند بود همون مسئولانه نمیدونم دولت روحانی و اینها باشن، که این هم با توجه به حتی پیگیری همه اتفاقاتی که توی این چند ماه افتاده، میبینیم که خیلی چیزا خارج از قاعده‌ای که فکر میکردن یا همه قبلا حدس میزدن اتفاق افتاده. برای من اصلا خودم محدود به این داستانا نمیکنم که بخوام پیش‌داوری هایی بکنم بعدا ازش عذرخواهی بکنم. ضمن اینی که ممکنه، اصلا هم رد نمیکنم که این چیزایی که شما میگید میتونه اتفاق بیفته، اما همچنان که گفتم من خودم رو محکوم به این میدونم که امیدوار باشم که یک گشایشی اتفاق میفته که ما بتونیم فارغ از اون خلاف ها و نمیدونم مسائلی رو که هیچ جور نمیشه ازش چشم پوشید، خشونت ها، اون مسائل، اون نمیدونم بی‌عدالت هایی که تا الان شده، قطعا چیزی نیستش که قابل چشم پوشی باشه، اما این شامل به نظرم یک گروه خیلی کوچک و محدودی میشه. اما جامعه ایرانی این دو قطبی رو و حتی این چند قطبی رو که به وجود آورده، که این چند قطبیه داره جامعه ما رو نابود میکنه و کشور ما رو در خطر قرار داده، این رو باید به فکرش باشیم. آیا داودی، من به خاطر میارم در شروع دولت آقای روحانی هم در یک میزگردی من میزبانش بودم و شما به همراه تعداد دیگری از افرادی که در حوزه فرهنگ و هنر نظراتی داشتن، شما هم از همین امیدواری در آغاز به کار دولت آقای روحانی صحبت میکردین. پیشتر من اولین مقاله ای رو که من واقعا بر ضد اولین سخنرانی که آقای روحانی کرد و درش گفتش که شما باید امید رو نمیدونم در هر شرایطی در فیلم هاتون داشته باشید، اولین و شاید تندترین انتقادی رو که داشتم همونجا گفتم. گفتم امید چیزی سفارشی نیستش که به عنوان یک سفارش دولتی بخوان انجامش بدن. این یعنی اینی که ما واقعیت رو نگیم و دروغ بگیم. حالا این مقاله من هست و میتونید شما بگردید و پیداش بکنید. بنابراین این نیستش که ما نسبت به هر کسی اگر احساس کردیم که گشایشی در انجام میشه یه عقد مادام العمر داشته باشیم. نه، طبعا در هر شرایطی بالاخره اگر عمری باشه آدم سعی میکنه که این موقعیت خودش رو نسبت به کاری که میکنه و نسبت به چیزی که ازش دریافت میکنه رو داشته باشه. پس اینجوری نیستش که شما تصور بکنید بله من اون زمان این کار کردم، چون همون زمان هم این تصور رو داشتم و واقعا هم این اتفاقات افتاد. یعنی شما نسبت‌های سینما رو، اتفاقاتی که در سینما افتاده، به عنوان یه تحلیلگر، به عنوان حتی یه آمارگر اگر بخواید
آمارش رو در بیارید ببینید که اینا در دورهای مختلف با هم متفاوت بودن. آقای داودی، شما در گذر این سالها با توجه به اینکه شما یک نگاهی هم به جامعه همیشه داشتین و مفهوم سیاست و جامعه به نسبتی در آثارتون نمود داشت، از نان و عشق و موتورزار بگیریم تا تقاطع و تا سالهای آخر اشاره کردین به هزار پاک، الان بخواید در این دوران تازه اثر دیگری رو بسازید، واقعا فکر میکنید با همون سانسورها و همون المانها و همون ساختارهایی که در این 14 بوده بازم خودتون رو پایبند میدونید یا تلاش میکنید به اون نگاه و نظر جامعه نزدیک باشید؟ ببینید، من در هر دوره‌ای حتما سعی کردم که بر اساس اون میزان درکی که خودم از خواست جامعه داشتم نسبت به اون خودم رو مسئول بدونم، ضمن اینی که تا اون اندازه‌ای که میتونم هم سعی کنم که وارد هیچ گونه فضای مبتذل یا فضایی که سطحش از اون سطح اولیه که فکر میکنی که فرهنگ جامعه میخواد داشته باشه از اون پایین تر بیارم. الان هم طبعا نمیدونم که این جامعه الان چی رو میپسنده به عنوان و چی حقشه و ارزشش هست، چون به هر حال من بین دو تا فیلم مثلا کمدی که کار کردم 18 سال فاصله افتاده. هیچ وقت من بعد از هزار پا با وجود اینکه شاید ده ها پیشنهاد داشتم برای اینکه اونو تکرار بکنم، اون شکل کار رو، یا نمیدونم دو سهش رو تکرار بکنم، ولی به هیچ عنوان نخواستم وارد این فضا بشم، چون احساس کردم که نه جامعه دیگه این رو لازم داره، نه من در شأنم هست که وارد این فضا بشم. بنابراین طبعا تصور این که من الان چه کاری رو در آینده انجام میدم حتما باید یک کاری باشه که یک نگاه رو به جلوتری داشته باشه. از هر ابزار ممکن هم استفاده میکنم برای اینکه این کارم رو در بهترین شکل پیش ببرم. من آقای غفوری آزاد همچنان اینو بارها چون گفتم باز هم تکرار میکنم، من دکترینم و اون چیزی رو که از ته قلب بهش معتقد بودم فیلم زادبوم بود که 8 سال توقیف شد و کاملا دوستان اینو سلاخی کردن و در بدترین شرایط فیلمی که هم بار مالیش هم بار حیثیتیش همه چی بیش از 8 سال به عهده من و تهیه کنندش خانم منصوری بود که این رو ما تحمل کردیم به خاطر اینی که الان با سربلندی بگیم که نه، من حاصل کارها فیلم زادبوم بود که در همون زمان خیلی از حوادثی رو که بعداً اتفاق افتاد رو پیشگویی کرده بود و نسبت بهش نظر داده بود. این اون چیزیه که من به عنوان یه آدمی که حداقل یه میزانی تعلق خاطر به مسائل اجتماعی دارم بیشتر از بقیه فیلم هام این رو دوست داشتم و فکر میکنم اگر کاری رو بخوام در آینده بکنم در ادامه این کار خواهد. از اینکه همراه شماره دیگری از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.